امیرالمؤمنین در تبعید اعتراض یک کمدین به محدودیت بی سابقه طالبان بر مردم افغانستان و مشخصاً زنان. شریف وطن‌دوست کمدین افغانستانی مقیم آلمان قوانین وضع شده از سوی رهبر طالبان را برای مردم افغانستان غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده و بر رسم اعتراض خود را امیرالمؤمنین لقب داده و با نشر کلیپ های در شبکه‌های اجتماعی دستورات ملا هیبت الله را زیر سوال می‌برد. وطن دوست پردنشین بودن هیبت الله را نشانه عدم صداقت او با مردم دانسته و میگوید که شاید اصلا هیبت الله وجود نداشته باشد. درود و سلام به رسانه شما موحدی عزیز. خوشحال هستم که امروز به عنوان امیرالمومنین مردم افغانستان، البته تمام ملت افغانستان، در تصویر آمدیم، رو در رو با مردم افغانستان صحبت میکنم و میخواهیم که در افغانستان یک صلح، آرامی، برادری به وجود بیاید و امیرالمومنین غایب نباشم، امیرالمومنین باشم که همیشه در دید رسانه ها، در دید مردم باشم. ما جدا از شریعت و دین بیشتر به انسانیت فکر میکنم و کسی که تا هنوز چهرهش در افغانستان معلوم نیست، آیا وجود داره نداره یا صداهایش ضبط میشه، در پشت پرده نشر میشه، این سوال پیش ما به وجود آمد و ما خواستم خود به عنوان امیرالمومنین تمام مردم افغانستان در تبعید اعلان بکنم، در دید رسانه ها بیایم و فرمان هایی را که امیرالمومنینی که از قندار میته اونا را نقد بکنم با زبان طنز و بتانم فرمان های اونا را به چالش بکشم و یک آگاهی و بیداری را برای ملت افغانستان به وجود بیارم. و اما کلن بر رفتارها و قوانین وضع شده از سوی رهبر طالبان اعتراض میکند. تبعیض قومی و جنسیتی درشت‌ترین دلیل است که او هیبت الله را به نقد میگیرد. ما اعتراض ما به امیرالمومنین قندهار ای است که نصف پیکر جامعه را که زنها تشکیل میده، اینا از حقشان محروم کردن، از درس، تعلیم، دانشگاه، کار کردن، حتی گفتن که صدای زنها عورت هست. این باعث شد که ما بیایم فرمانهای اینا را و کارهای افراطی که اینا میکنه که نه در شریعت این کارها هست، نه هم در دین اسلام همچه اجازه ای را داده که زنها حق نداره که درس بخونه، دانشگاه بره و کار بکنه. به می خاطر آمدم با زبان طنز امیرالمومنین قندهار را به چالش کشیدم. امیرالمومنین در تبعید میگوید با وجود که کلیپ هایش را در شبکه‌های اجتماعی خودش نشر میکند ولی استقبال مردم از وی محسوس است. خیلی کسا این اعلان موجودیت مرا به عنوان امیرالمومنین تمام مردم افغانستان در تبعید استقبال کردند. خیلی چهره های سیاسی در قسمت من نوشتن، تماس گرفتن، چهره های فرهنگی، اجتماعی، نخبه ها و استادای دانشگاه، همه از این کار من استقبال کردن و در فضای مجازی هم بسیار استقبال شد، دست به دست شد در تمام شبکه های اجتماعی. تا هنوز هم کلیپ های من پخش و نشر میشه. ما فکر میکنم که یک حرکتی بود که ما بتانیم یک اصلاحات را به وجود بریم و گروه افراطی که در افغانستان هست همه را از حق انسانی، از حق شهروندی محروم کرده، این حرکت ما بر اونا یک نوع بیدارگری باشه. نه، اونا امیرالمومنین یک قشر و یک گروه خاص هست، ما امیرالمومنین تمام مردم افغانستان هستم. چون ما کارهای ما برعکس است، ما میگم که زن حق داره که درس بخونه، زن حق داره بره در دانشگاه، من موسیقی را حرام نمیدانم، من پخش و نشر رسانه ها را حرام نمیدانم، من میخواهم که آنچه که در افغانستان میگذره آزادی بیان باشه، حقوق بشر باشه، انسانیت باشه. به او خاطر مردم مرا از امیرالمومنین قندهار کرده بهتر میدانه و استقبالم کردن و امیرالمومنین قندهار که تانوس تصویرش کس ندیده، مردم باور هم نداره که آیا امیرالمومنین وجود داره نداره، اما ما آمدیم آنلاین با تمام مردم افغانستان صحبت میکنم، به جوابایشان پاسخ میگویم
به می خاطر است که تمام مردم مرا خوش داره و 95% مردم افغانستان با ما بیعت کرده. این بیعت مردم از چه طریق با شما انجام داده؟ حال تکنولوژی پیشرفته شده، دنیا دنیای تکنولوژی هست، علم و دانش بالا رفته، همهش آنلاین با ما بیعت کردن و اعلان حمایت کردن و خود گروه حاکم هم میبینن که ما از ملا غیبت الله کرده، مردم زیادتر با ما بیعت میکنن و زیادتر مردم حلاقمند هستن که سخنهای مرا بشنوند و فرمانهای مرا بشنوند. وطن دوست میگوید که طنزهای او در بین طالبان نیز بیننده هایی دارد و باعث خشم اعضای این گروه شده و شماری از آنان که به شبکه های اجتماعی دسترسی دارد و ای را تهدید میکند. در بین خود یک شوک به اونا به وجود آمده، فشار روحی روانیشان بسیار زیاد شده، اما واکنش رسانه‌ای خودشان تا هنوز نشان نداده، اما در بین خود بسیار در یک حرج و مرج قرار گرفته که این شخص کی هست، در کجا هست، ما را پیدا بکنیم. اما تهدیدهای هم کمتون متوجه ما بوده، از طریق واتساپ و اینا و تماس ها ما را زیاد تهدید کردن، اما ما زیاد جدی نگرفتیم و مبارزه خود ادامه دادیم و به می برنامه که به حساب بگویم که یک حرکت طنزی هم بود و یک حرکت فرهنگی هم بود و یک حرکت بیدارگری هم بود ادامه دادیم و در آینده هم ادامه میتیم، انشاءالله بتانیم که یک آگاهی بیداری را در بین مردم افغانستان و جوانایی که ازش داخل جامعه افغانستان سربازگیری میشه، به افراطیت و اینا تحریک میشه، یک نوع بیدارگری هم باشه. گفتنی خاص ندارم، فقط پیام ما برای مردم افغانستان ای است، برای او مادرایی که در جنوب و خوست و پکتیا و قندهار و هلمند و اینجا زندگی میکنن، دیگه اجازه ندن که فرزندانشان در دام افراطیت و یک گروهی که میخواین که خودشان در قدرت باشن، جوانا و بچه های خود را به مدرسه های دیوبندی یا باجور پاکستان و در دیگر مدرسه هایی که اونجا افراطیت درس داده میشه روان نکنن، بچه های خود به مکتب روان بکنن، به دانشگاه روان بکنن، که تا دیگر همچون گروه های در افغانستان حاکم نشون و نتانن که از مردم افغانستان سربازگیری بکنن و اینا رو روان بکنن و انفجار و انتحار و انشابی که جان هزاران انسان بیگناه را در افغانستان بگیره، جان طفلهای را بگیره. ما و شما شاهد فاجعه های بزرگی در افغانستان بالخصوص در غرب کابل بودیم که مکتب سید شهدا را انفجار دادن، کورس موعود، کورس کوثر، کاج، حتی طفلی که تازه به دنیا آمده بود چشم باز نکرده بود در شفاخانه صد بستر جاده شهید مزاری اینا را تیرباران کردن. یعنی ثمره اینمی کسایی است که رفتن درس افراطیت خواندن و اینا را تحریک کردن که شما به جنت میرین، نمیفهم پرهای بهشت است و این است و آن است، اینا را به می چی تشویق کردن تا اینا آمدن جان انسانهای بیگناه را گرفتن و یک کلی دروغ را برشان دادن که یک کلی جنت هستک. ما میگم که دیگه مردم افغانستان بیدار شوه، هوشیار شوه، فریب همچو گروه های تکفیری را در افغانستان نخورن که خدای نخواسته مردم افغانستان به طرف تباهی، بدبختی و ایرانی بره. ما خواهان یک افغانستان آباد، پر از صلح، صمیمیت، برادری و یک حکومت همشمول که تمام اقوام افغانستان در او حکومت شریک باشند و تصمیم گیرنده باشند، ای آرزوی ما هست. به می خاطر هم به عنوان امیرالمومنین مردم افغانستان ظهور کردیم و به مبارزه خود ادامه میدیم.